چرا غیر پشتون ها به لحاظ روانی از عبدالله عبدالله حمایت میکنند؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. چرا غیر پشتون ها به لحاظ روانی از عبدالله عبدالله حمایت میکنند؟ بخش دوم. جنبش روشنایی از دل، رنج آشکاری که هزارها از تبعیض سیستماتیک و تاریخی بر شانه هایشان حس می کنند و آزردگی آرام آرام رهبران سنتی از انحصار قدرت و نادیده انگاری شخصیشان یک سال پس از جنبش تبسم در غرب پایتخت شکل گرفت، پیام محوری مطالبه جنبش روشنایی برای هزارها و قدرت نه برق بلکه فرق بود. مطالبه انکار فرق در دوم اسد 1395 با بی‌توجهی و کمکاری بیگمان نیروهای امنیتی بم گذاری شد. محصول این رخداد ناگوار پدیدار شدن یک قبرستان دست جمعی از قربانیان آن رویداد خونین در کابل بود. اشرف غنی به عنوان رهبر دولت آنطوری که باید این جنبش و مطالباتش را می دید ندید. او حتی قبرستانی که از جنبش روشنایی در چند کیلومتری کاخ قدرتش تولد شده بود را نادیده گرفت و بزرگترین ظرفیت برای یک جمهوریت واقعی که هیچ کسی پس از توافق بن شانس تعامل با آن را نداشت به عنوان یک رهبر درک نکرد. غنی پس از آن با اقدامات مثل برکناری محمد محقق از سمتش به عنوان معاون ریاست اجراییه، اقدام به بازداشت علی پور که نماد حفاظت از بدیهی ترین حق هزارها، حق حیات در میدان وردک و مسیر بامیان بود، و برخورد سیاسی و شخصی با عبدالرزاق وحیدی برای هزاره به ترسناکتر از آن چه هست تبدیل شد. دو حمله در دو سال پی هم بر مراسم گرامی داشت از سالگرد ترور عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی افغانستان و کشتار بیرحمانه امسال در اوج اختلافات سیاسی بر حجم ترس و بر باورمندی بیشتر مردم هزاره بر اینکه غنی در قبال آنها بی اعتنا هست افزود. وعده های غنی برای شکستن زندان های جغرافیایی، جوانگرایی در قدرت و نوسازی دولت با تصامیم مثل سهمیه بندی کنکور، طرح اجرای تقاعد در نهادهای امنیتی، کوچکسازی ادارات دولتی و برکناری وزرای هزاره از کابینه و حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی به صورت استثنایی و با گرایش قومی هرگز نتوانست این تصور غالب در هزاره ها را تغییر دهد که اشرف غنی رئیس جمهور مستبد و قومگرا است و هزاره ها را خوش ندارد. در سوی دیگر سپیدار به عنوان دستاورد سیاسی و تاریخی تاجیک ها پس از برگشت جان کری وزیر خارجه آمریکا به کشورش با چالش های جدی با غنی مواجه شد. غنی توافق سیاسی با عبدالله عبدالله را شکست و سهم واقعی عبدالله در قدرت به مرور زمان به مراتب کمتر از متن توافق نامه شد. متحدان اصلی سپیدار مانند عطا محمد نور، امرالله صالح و غیره با محدودیت ها و فشار های پی در پی و بی امان قدرت دولتی مواجه شد و از دل این اقدامات یک جانبه جنبش رستاخیز دقیق تا چهار راهی صدارت راه پیمود. اگرچه در ظاهر این جنبش در اعتراض به گسترش ناامنی در پایتخت و ناکارآمدی مقامات امنیتی شکل گرفت، اما در نهان یک اعتراض و مطالبه سیاسی را حمل می کرد. اعتراض به تکروی سیاسی با گرایش قومی و مطالبه‌ای، توزیع قدرت و عمل به مفاد و مواد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی مشابه با آنچه که در جنبش تبسم اتفاق افتاد، رستاخیز تغییر نیز گلوله باران شد. بیش از 5 معترض از جمله پسر علمی‌زدیار از فعالان سیاسی تاجک ها و معاون مجلس سنا جان باختند و به تعقیب آن در مراسم خاکسپاریش که با حضور اکثریت سیاستمداران تاجک شریک در قدرت برگزار شده بود، دست کم 3 انفجار رخ داد. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت و وزیر خارجه حکومت غنی در آن زمان علیه مشاور امنیت ملیش حنیف اتمر طرح اتهام کرد و او را مسئول چنین رخدادی دانست. همزمان با این رخدادها
برخی از وزرای تاجک ها سلب صلاحیت شدند. افراد مسلح غیر مسئول این قوم در خیرخانه و دیگر ولایات در تنگنا قرار گرفتند. نارضایتی از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات پارلمانی بالا گرفت و برخی از نهادهای حکومتی بر حالی که به نمایندگان این قوم و دسته عبدالله تعلق داشتند سلب صلاحیت شدند. تاجیک ها احساس کردند که آرزوها و مطالبات سیاسیشان در کاخ صف بیدار نفله شده است. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدایا رو نگهدارتان.